شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور اعلامیه حمله انتحاری روز گذشته در صنعا پایتخت یمن را که سبب مرگ بیش از 90 سرباز این کشور شد، با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در این اعلامیه همچنان حادثه خونین دیروز یک عمل شنی توصیف شده و در آن بر مبارزه جدی با تمام جوانب تروریسم تاکید شده است. اسوی هم ابد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن قول برخورد شدیدتر و قاطعانه‌تر را با پیکارجویان این کشور داده است. جنگ علیه تروریسم تا ریشه‌کن شدن و نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت و در این را از هیچ ایثار صرف نظر نخواهد شد. با این همه بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه شخصی این عمل را نکوهش کرده از تمام طرف های درگیر در یمن خواسته است خشونت ها را کنار گذاشته نقش کامل و سازنده را در اجرای موافقت نامه انتقال قدرت سیاسی بازی کنند. در همین حال رهبران برخی کشورها نیز بمبگذاری دوشنبه را محکوم کرده اند. امریکا این عمل را بزدلانه خوانده و فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه نیز آن را وحشیانه توصیف کرده است. ما از فعالیت‌های دهشت افغانی القاعده و افراطیون در یمن خیلی نگران هستیم. انتقال مسالمت آمیز نسبی قدرت سیاسی در یمن یک انکشاف مثبت بود و ما با کشورهای همجوار یمن در انتقال سیاسی کمک کردیم، ولی کار هنوز پایان نیافته است. آقای اوباما همچنان گفت جنگجویان خارجی که شاید زمانی برای نبرد در برابر نیروهای ناتو به مناطق مرزی پاکستان رفته بودند، اکنون در یمن گرد هم آمده اند. گفته شده در این حمله سربازان هدف قرار گرفته که در میدان السبعین در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری یمن در حال تمرینات ریژه نظامی بودند. در همین حال انفجار روز گذشته مرگبارترین حادثه در یمن خوانده شده است.